سلام سلام سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به کانال خودتون زی فوتبال. این ویدیویی که دارید میبینید هر ویدیویی نیست، یه ویدیو خاصه، یه ویدیوی فکر شده است، یه ویدیویی که ایدهش یه روز همینطوری پام توی مترو به ذهنم رسید و خیلی خیلی خودم باش حال کردم، همینجوری روش فکر کردم بیشتر و بیشتر و دیدم که چطور میتونیم یه تیر لیست درست بکنیم که هم یه نگاهی به عملکرد بازیکن‌ها داشته باشیم، هم همزمان یه نگاهی به عملکرد تیم‌ها داشته باشیم. اومدم چیکار کردم؟ اومدم از هر تیمی بازیکنی که بهترین نماینده اون تیم میتونه باشه برداشتم و گذاشتمش توی تیر لیست و می‌خوام یه تیر لیست خارق‌العاده رو بسازیم از اکثر تیم‌های مهم اروپا. تیم برداشتیم از هر 5 تا لیگ مهم اروپا. تیم برداشتیم و می‌خوام همه رو با هم مقایسه بکنیم. هم بازیکن‌ها و هم یه جورای تیم‌ها رو. این ویدیو رو تا آخر ببین چون خیلی باحال در اومده. خیلی خوب رفقا، این شما و اینم تیر لیستمون. قبل از اینکه شروع بکنیم و تیر لیست رو بهتون توضیح بدم، یادتون نره حتما حتما نوتیفیکیشن رو روشن بکنید. بالاخره آقا ویدیو که آپلود میکنیم نوتیفیکیشنش واسهتون میاد، یا دوست دارید کلیک میکنید میبینید، یا دوست ندارید رد میکنید نوتیفیکیشن رو، هیچ آسیبی به گوشیتون نمیرسونه. و دوم اگر تیر لیست دوست دارید حتما حتما لایک خودتون رو بذارید زیر این ویدیو، این باعث میشه که من لایک های بیشتری ببینم زیر اون ویدیویی که شما بیشتر دوست دارید و از اون ویدیو بیشتر درست بکنم. در نتیجه با این مقدمه بریم سراغ تیر لیستمون. 17 تا بازیکن انتخاب کردم از 17 تا تیم. خیلی از تیم‌ها بود که خودم قشنگ میدونستم که مهمترین بازیکنشون یا بازیکنی که میتونست یه نمونه خوب باشه واسه کل اون تیم کدومه، اما بعضی تیم‌ها بود که نمیدونستم و واسه اون تیم‌ها از سایت هو اسکورد استفاده کردم و نگاه کردم ببینم کدوم تیم، کدوم بازیکن توی اون تیم عضو میخوام دقایق بیشتری بازی کرده و نمره بهتری توی هو اسکورد داره. در نتیجه 4 تا دسته‌بندی درست کردم که اولیش امسال سالش نیست، که بازیکنیه که امسال خوب بازی نمیکنه، 60 فصلهای پیش بهتر بوده اما امسال افت کرده، مثل همیشه یه عملکرد کاملا معمولی رو داره، جزو ترکیب برتر سال میتونه باشه، دستبندی بعدی و بالاترین دستبندی نامزد توپ طلا. یعنی چی؟ یعنی این بازیکن اگر ادامه فصل رو همینطوری که تا الان بازی کرده بازی بکنه نامزد توپ طلا میشه. توی هر کدوم از این دستبندی ها 4 تا بازیکن بیشتر نمیتونیم بذاریم بجز بازیکن آخر که اضافی میاد و اونو دیگه هر جا دلمون بخواد میتونیم بذاریم. 4 تا 16 تا ما 17 تا بازیکن داریم، در چه یکی نهایتا 100% اضافی واسمون میاد. با این مقدمه بریم سراغ اصل مطلب که تیر لیست و انتخاب بازیکن است. خیلی خوب، بازیکن اول کسی نیست جز آلمیرون، مهاجم درخشان نیوکاسل. فصل پیش خیلی خوب بود، این فصل هم بد نیست. من آمار این فصل رو واسهتون میخونم و بر اساس کارهایی که توی این فصل کردن اونا رو دسته‌بندی میکنیم، یعنی 2023-2024 ولی فقط بخش 2023 چون هنوز وارد نیم فصل 2024 این فصل نشدیم. میگل آلمیرون، نکته جالبش اینه که از هر 19 تا بازی نیوکاسل 19 تاشو بازی کرده، 3 تا گل بیشتر نتونسته بزنه، و از نظر پاس گل هم خیلی کار عجیب غریبی نکرده چون یه پاس گل بیشتر نداده. من فکر میکنم اولین بازیکن متاسفانه اینم مزید بر علت شده که نیوکاسل واقعا از نظر تیمی مثل فصل قبل عمل نمیکنه، میذاریمش توی امسال. سال میگل آلمیرون نیست، بازیکن خیلی دوست داشتنی، بازیکن پاراگوئه که واقعا من فصل پیش دنبالش میکردم، طرفدارش بودم، اما این فصل به هیچ عنوان فصلش نیست. میریم سراغ روبرت لواندوسکی. روبرت لواندوسکی مهاجمیه که یکی از اصلیای بارسلونا، مهره خیلی مهمی محسوب میشه واسه بارسلونا، هر چند که امسال روی فرم خودش نیست، همین الان اسپویل کردم، اما 16 تا بازی از 18 تا بازی رو انجام داده و همین نشون میده که چون لواندوسکی حتی اگر تو روزای خوبش هم نباشه، این پتانسیل گلزنی که داره باعث میشه که هر مربی باشه بالاخره یا از و واسط بازی یا از اول بازی به صورت فیکس بهش بازی بده، بهش دقایقی رو بده. تا حالا 8 تا گل زده تو این 16 تا بازی، یعنی هر دو بازی تونسته یک گل بزنه و پاس گلی هم نتونسته بده، 4 تا بیشتر پاس گل نداده، باز با این حال از میگل آلمیرون بهتر بوده، اما نمیتونم بذارمش توی مثل همیشه چون آماری که این فصل روبرت لواندوسکی داره به هیچ عنوان مثل همیشه نیست. پس
یه بازیکن دیگه به بازیکنایی که امسال سالشون نیست اضافه میشه. و بازیکن بعدی رافائل لیاو، چه بازیکنیه، چه بازیکنیه. نه تنها نماینده آسه میلانه، بلکه نماینده جوگو بانیتوی برزیل هم هست، پرتغالیه، اما قشنگ پاهاش پای برزیلن، وارداتی از برزیل اومده. و این فصل از لحاظ آمار کلی اگر نگاه بکنیم آمار خوبی نداره، حتی از میگل آلمیران هم آمارش پایین تره، اما تأثیری که رو بازی گذاشته واقعا واسه میلان حیاتی بوده. میلانی که یه مقدار رو به افته، مثل این قرار پیولی رو هم اخراج بکنه سرمربی میلانو، اما رافائل لیاو جز معدود نکات مثبت این تیم بوده در کنار اولیویه ژیرو. 3 تا گل زده تو 14 تا بازی که انجام داده از 17 بازی ممکن، و توی پاس گل هم 4 تا پاس گل داده، درست مثل روبرت لواندوفسکی. اما من میذارمش جز مثل همیشه، با توجه به اینکه آمارش کمه اما تأثیرش توی بازی خیلی بالا بوده، اما فکر نمی کنم برسه به ترکیب برتر سال. حقیقتا یه چند تا بازیکنه که داریم آمارای ضعیف و کم میشنویم، اما واسه بازیکن بعدی قراره یه آمار عجیب و غریب بشنویم، چون بازیکن بعدی کسی نیست جز کیلیان امباپه پاریس سن ژرمن. کیلیان امباپه 16 تا بازی از 17 تا بازی ممکن انجام داده، یعنی فقط یه بازی انجام نداده واسه پاریس سن ژرمن. علوی گو ببینم دلیلش چی بوده، و تو 16 تا بازی 18 تا گل زده، اولین بازیکنی فعلا توی این لیست که تعداد گلاش از بازیاش بیشتر بوده. و پاس گل هم کم نداده، پاس گل هم 2 تا داده به عنوان بازیکنی که فقط نقش شوت‌زنی، تمام کنندگی و توپای آخر پاریس سن ژرمن رو داده، واقعا بد نیست. بدون هیچ شکی کیلیان این فصل نامزد توپ طلا اگر همینطوری پیش بره، مهره اصلی پاریس سن ژرمنه. هیچ مهاجم دیگه ای توی پاریس سن ژرمن حتی به گرد پای کیلیان امباپه هم این فصل نمیرسه. بعد حقایقو گفت، کیلیان امباپه این فصل بی‌نظیره. بریم سراغ بازیکن بعدی که کسی نیست جز لاوتارو مارتینز ال تورو. لاوتارو مارتینز مهاجم درخشان آرژانتینی اینتر میلان، که میخوام یه جمله عجیب و غریب بگم، اما به نظر من لاوتارو مارتینز این فصل بهترین فصل تمام دوران ورزشیشه اگر همینطوری ادامه بده، یعنی اگر این روند کم نشه و یه هایی دست از گل زدن بر نداره، این به هیچ عنوان رقیب نداره توی فصلهایی که تا حالا سپری کرده لاوتارو مارتینز، علی خصوص از وقتی که توی اینتر بازی میکنه، از آرژانتین به ایتالیا اومده، 16 تا بازی تا حالا کرده، 15 تا گل زده توی لیگ ایتالیا که واقعا کم چیزی نیست. از نظر پاس گل هم 2 تا پاس گل داده که همیشه میگم به عنوان یه مهاجم وسط به هیچ عنوان بد نیست. اوف، خیلی واسم سخته که بذارمش جز نامزدهای توپ طلا. شاید در آینده تغییرش بدم، چون واقعا بازیکنی که عمل کردش کارو واسه آدم پیچیده میکنه، اما فکر کردم که بذارمش جز ترکیب برتر سال. احتمالش خیلی زیاده که یکی از مهاجمای ترکیب برتر سال بشه اگر مهاجمای دیگه‌ای که من دارم میبینم وارد نشن. بریم سراغ بازیکن بعدی. بازیکن بعدی از بوندسلیگا، بازیکنی که شاید خیلی راجعش صحبت نشه، اما مهمترین ستون عملکرد خوب تهاجمی دورتموند توی این فصله، و اونم کسی نیست جز جولیان برانت. آمارش الان واسهتون میخونم، شاید نظرتون یه مقدار در مورد این بازیکن تغییر بکنه. 16 تا بازی کرده، از 16 تا بازی ممکن یعنی تمام بازیای ممکن رو توی دورتموند بازی کرده، اما 14 تاشو فیکس بازی کرده، یعنی 2 تاشو به عنوان تعویضی اومده. 5 تا گل زده، که بازیکنی نیست که وظیفه اصلیش توی دورتموند گلزنی باشه، و 7 تا پاس گل داده، آمار خیلی خیلی خوبیه. تا الان تو بازیکنایی که دیدیم بیشترین پاس گل داده از بین بازیکنایی که دیدیم تا الان. در نتیجه من میذارمش جزء مثل همیشه، چون به هیچ عنوان نمیتونیم فصلی که جولیان برانت داره سفری میکنه رو یکی از فصلای ضعیفش بدونیم. جزء ترکیب برتر سال خیلی پیچیده است، تقریبا غیر ممکنه، اما کاملا یه عملکردی داره مثل همیشه اونطوری که باید، در خور انتظاری که ازش دارن. و نفر بعدی فرعون لیورپوله، فرعون مصر، و عملکرد خارق العاده ای که داره. باید بگیم که یکی دو تا فصل دوچار افت شده بود، طبیعیه از صلاح انتظارات زیادی میره، و بانک یه عملکرد خوب و حرف است داره، اما
چون اونقدری که ازش انتظار دارن انجام نمیده به نظر میرسه که صلاح افت میکنه، ولی من فکر نمیکنم صلاح هیچ فصلی رو با افت گذرونده باشه از وقتی که توی لیورپول اوج گرفته، از وقتی که دیگه میدونیم چطور ترکونده. اما آمارش تمام بازی های ممکن توی لیورپول که 19 تا بازی بازی کرده همشون هم به صورت فیکس بازی کرده، یعنی هیچ بازی به صورت تعویضی نیومده به بازی، تو این 19 تا بازی 12 تا گل زده که آمار بدی نیست، واقعا جزو گلزن‌ترین بازیکنایی که داریم الان. اما 19 تا بازی کرده، یعنی از اکثر بازیکنایی که توی این لیست امروز انتخاب کردیم بیشتر بازی کرده و 7 تا هم با 3 گل داره، یعنی یه گل بر بازی تاثیرگذاری کرده، 19 تا تاثیرگذاری توی 19 تا بازی. در نتیجه کاملا وقت ترکیب برتر سال هست، کاملا. الان بازیکنایی هم که دارم نگاه میکنم مثل همیشه زیاد داریم، در نتیجه صلاح رو میذارم جز ترکیب برتر سال بدون هیچ شکی، چون فکر میکنم احتمالا توی مقاطع پایانی فصل عملکرد صلاح بهتر از اینم میشه. من این حس رو دارم نسبت به عملکردی که از صلاح میبینم این فصل، چون میبینم چجور روی هر قسمت، هر تیکه از فصل، هر اپیزودی که لیورپول داره سپری میکنه صلاح بهتر میشه، خودشو آداپته میکنه و چرا که نه، همه چیز گل زدن نیست، واقعا آفرینش صلاح، خطری که روی دروازه حریفای لیورپول ایجاد میکنه واقعا یه چیز دیگه است. بازیکن بعدی بازم مال پرمیر لیگ انگلیس، از پرمیر لیگ انگلیس فکر کنم بیشتر از هر لیگ دیگه ای گذاشتیم، سون هیون مین. به هیچ عنوان انتظار این فصلی که تاتنهام الان داره سپری میکنه، این لحظاتی که تاتنهام داره میگذرونه، این بازیایی که تاتنهام مقابل رقیباش میکنن رو نداشتیم. اونا حتی صدرنشین هم شدن توی اواسط نیم فصل اول و میگم فکر میکنم کمتر کسی انتظار داشت که با یه مربی جدید بدون هری کین به یه همچین جایگاهی برسن بدون هری کین. اما با سون هیون مین نظران عامل خیلی خیلی مهمی بود تو عمل کرده خوبش، نشونش هم همینه که 18 تا از هر 18 تا بازی ممکنه تاتنهام رو بازی کرده، همش هم به صورت فیکس بازی کرده و دقایق خیلی زیادی رو بازی کرده، 1500 دقیقه سون هیون مین بازی داشته و توی این 1500 دقیقه 11 تا گل زده، تقریبا مثل صلاح با یه بازی کمتر، یه گل هم کمتر زده و توی پاس گلا هم 4 تا پاس گل داده، 3 تا از صلاح کمتر. در نتیجه میشه جزء ترکیب برتر سال گذشتهش، آره، ولی من میذارمش مثل همیشه. اما ممکنه انتهای تیر لیست یه چند تا جابجایی داشته باشیم و کاندیدای اول واسه جابجایی همین سون هیون مینه واسه اینکه ببریمش بالاتر. و نفر بعدی شاهزاده بایرن، هری کین، با یه آمار عجیب و غریب. الان آمار واسه تون میخونم، باورتون نمیشه چطور ممکنه که اینقدر یه بازیکن انگلیسی سریع هماهنگ بشه، سریع آداپته بشه، سریع عملکرد خودشو به بهترین شکل ممکن خودش برسونه، اونم توی بایرن مونیخ، توی لیگ آلمان و همچنین توی چمپیونز لیگ، چون توی چمپیونز لیگ هم به هیچ آمان کم گل نزده. واسه بایرن مونیخ این فصل 15 تا بازی از 15 بازی ممکن رو انجام داده، 1300 دقیقه 21 گل زده، 21 گل زده. فکر نمی کنم حتی نزدیک این آمار رو توی بازیکنایی که قرار بعد از هری کین ببینیم مشاهده بکنیم. واقعا خاصه، واقعا عجیب و غریبه. بدتر از همه این که 5 تا هم پاس گل داده، یعنی گلزنه مثل امباپه، لاوتارو 2 تا پاس گل داده بودن، اما هری کین با تعجب این که یه مهاجم نوکه، یه گلزنه، نقش اصلیش گل زدنه، یعنی هیچ کس اونجا مثلا توماس توخل از هری کین نمیخواد که بره اونجا پاس گل بده یا بازی سازی بکنه، اما هری کین این کارو میکنه، بدون هیچ شکی نامزد توپ طلاس این فصل، اگر اینطوری ادامه پیدا بکنه نامزد توپ طلاس، شاید جزء 5 تای برتر نه، ولی جزء نمیدونم 7 تا 8 تای برتر مینیمم هست، یعنی حتی اگر همین عملکرد الانش هم با افت مواجه بشه جزء 10 نفر اصلی من میبینمش واسه توپ طلا. بریم سراغ بعدی که از ایتالیاست، دوباره فدریکو کیزا. من حقیقتا کاندیداهای مختلفی داشتم واسه یوونتوس، برمر رو توی نظرم داشتم، مدافع برزیلی یوونتوس، آدریان رابیوتو داشتم که واقعا خوب بازی کرده، دقایق زیادی هم بازی کرده، اما
به نظرم اومد که از نظر آمار فردی فدریکو کیسا شاید قابل لمستره و قابل مقایسه تره با بقیه بازیکنایی که داریم، چون اکثر بازیکنایی که توی این لیست گذاشتیم به عنوان نماینده هر باشگاه بازیکنای تهاجمی ان یا بازیکنای خلاقی ان. حداقل فدریکو کیسا 15 بازی از 17 بازی ممکن انجام داده، 1100 دقیقه بازی کرده، 5 تا گل زده که یه آمار معمولیه، تو هر سه بازی یه گل زده و از نظر پاس گل هم یه پاس گل بیشتر نداده که حقیقتا من انتظارم از بازیکن مثل فدریکو کیسا بیشتره. در نتیجه شاید بذارمش توی آخه حیفی میاد بذارمش توی امسال، سالش نیست، خیلی داره واسه هم سخت میشه انتخاب جای فدریکو کیسا، خیلی خیلی واسه هم سخته. اوف بذار یکم فکر کنم. فدریکو کیزا بالاتر از آلمیرون یا لوان، آخه اگه لواندوفسکی رو گذاشتیم امسال سالش نیست، به نظرم مهمترین مهاجم یوونتوس باید آمار بهتری داشته باشه. فعلا میذارمش جزء کسایی که امسال سالشون نیست، اما به راحتی میتونه بالاتر هم بیاد، به راحتی، یعنی دومین کاندیدا واسه بالاتر اومدن بعد از سون فدریکو کیزا. نفر بعدی آنتوان گریزمانه که با اختلاف خیلی خیلی زیاد بهترین بازیکن اتلتیکو مادریده. گریزمان هر 18 تا بازی از 18 تای اتلتیکو رو بازی کرده، چیزی حدود 1500 دقیقه اونم درست مثل سون یومین بازی کرده، 11 تا گل زده اما دو تا پاس گل بیشتر نداده. من فکر میکنم امسال با اختلاف بهترین بازیکن اتلتیکو مادریده و دومین بازیکن برتر لالیگاه. در نتیجه به نظر من آخه نمیتونم بذارمش جز ترکیب برتر سال، چون میدونم بازیکنهای خیلی خیلی بهتری هم تو راهن، اما میذارمش جز مثل همیشه ها، با اینکه اگه بخوایم تعریف بکنیم فصلشو، فصلش مثل همیشه نیست، یعنی اینو باید در نظر داشته باشین که اون کلمه اول کاتگوری همه چیز رو تعریف نمیکنه، اما گریزمان رو نمیتونم بذارم مثلا بالاتر از سون هیونمین، نمیتونم واقعا. در نتیجه گریزمان رو میذارم کنار سون هیونمین توی مثل همیشه. نفر بعدی فلوریان ویرتسه، بازیکنی که همه اروپا دنبالشن، یعنی اگر به مدیر فنی هر تیم بزرگ اروپایی بگی از من سیتی گرفته تا رئال مادرید، بارسلونا، اینتر میلان، اتلتیکو مادرید، آرسنال، همه دلشون میخواد که ویرتسو داشته باشن، چون هیچ وقت بایر لورکوزن رو این فصل ناامید نکرده. بریم آمارشو ببینیم. هر 16 تا بازی ممکن واسه لورکوزن انجام داده، اما یه بازی به صورت تعویضی اومده، 5 تا گل زده که به عنوان یه هافک به هیچ عنوان بد نیست و 7 تا پاس گل داده. اوف واسه هم خیلی سخته. کاری که میخوام بکنم اینه که سونو بفرستم جزء ترکیب برتر سال و ویرتسو بیارم جزء کسایی که مثل همیشه کار کردن. البته گفتم که ویرتس یکی از بهترین فصلهای دوران ورزشیشو داره میگذرونه، بازیکن خیلی مسنی هم نیست، 20 سالشه، اما با بقیه واقعا نمیشه مقایسش کرد. خیلی سخته که بالاتر از گریزمان بذاریش یا همرده یه کسی مثل لاوتارو مارتینز بذاری که این فصل داره میترکونه عملا. اما هیچ شکی ندارم که اگر لورکوزن به یه قهرمانی جدی برسه که به هیچ عنوان بعید نیست، یه همچین تیمی که انقدر شاکله خوب و منظمی داره، احتمال قهرمانیش بیشتر از هر نوع تیم دیگه ایه. اما واقعا سخته اگر لورکوزن به قهرمانی برسه جزء نامزدای توپ طلا میبینمش، جزء 15 نفر برتر راحت میبینمش، اما امکان نداره بیاد جزء ترکیب برتر سال و نامزد اصلی توپ طلا هم فکر نمی کنم بشه در هیچ صورتی، در هیچ صورتی. و نفر بعدی جود بلینگام مادرید، که من اول فصل قبل از اینکه جود بلینگام شروع به بازی بکنه توی رئال مادرید یه ویدیو ضبط کردم و گفتم وظیفه بلینگام قرار نیست گلزنی باشه. الانم پشیمون نیستم از حرفایی که زدم. من طبق بازی که جود بلینگام توی دورتموند انجام داده بود، اومدم بازیاشو تا اون زمان چه دورتموند چه انگلیس بررسی کردم و گفتم آقا وظیفه جود بلینگام تا حالا با توجه به عمل کردی که داشته، با توجه به بازی که مربیش ازش گرفتن،
گلزنی نمیتونه باشه واسه رئال مادرید، اما واقعا نمیتونم یه دلیل مناسب یا یه توضیح مناسب بیارم واسه عملکرد بی‌نظیری که جود بلینگام داره. حتی لازم نیست آمارشو بخونم، اما فقط دو تا بازی واسه مادرید از بین بازی‌های ممکن انجام نداده، 13 تا گل زده و دو تا پاس گل داده، بدون هیچ شکی جزء نامزدهای توپ طلاست، چون هر کدوم از گلایی که واسه رئال مادرید زده گلای مهم، گلای تاثیرگذار، گلایی ان که ارزش امتیازی داشتن توی جدول لالیگا و توی لیگ قهرمانان. برونو فرناندز یکی از بازیکنایی که لحظات سختی رو داره سپری میکنه. نفر بعدیمونه منچستر سیتی، یه تیمی که به هیچ عنوان روی فرم خودش نیست و یه بازیکن تقریبا کارش غیر ممکنه اگر میخواد توی تیمی که فرم بدی داره فرم خوبی داشته باشه. 18 تا بازی از 19 بازی ممکن انجام داده، 1600 دقیقه بازی کرده، تقریبا میشه گفت یه بار خیلی خیلی مهمی از فصل منچستر یونایتد روی برونو بوده. 3 تا گل زده و 3 تا هم پاس گل داده که من فکر نمی‌کنم هیچ کس با من توی کامنت ها مخالفت بکنه که برونو امسال سال اون نیست. نفر بعدی بوکایو ساکا، بازیکنی که کاملا برعکس برونو فرناندز توی تیمی بازی میکنه که حسابی فرم خوبی داره و کارش واسه خوب بازی کردن خیلی سخت نیست. 17 تا بازی کرده از 18 بازی ممکن و 5 تا گل زده و 6 تا پاس گل داده. خیلی خوب بازی کرده، خیلی، اما باید بذارمش جزو اوف، کار سخته، کار خیلی سخته. کاری که میخوام بکنم با توجه به آمار، گریزمان رو یه پله میارم بالاتر، بوکایو ساکا رو میذارم مثل همیشه، با این که این فصل دوباره تکرار میکنم درست مثل فلوریان ویرتز یکی از بهترین فصلاشه، اما در مقایسه با بازیکنها، چون تیر لیست اول از همه و مهمتر از همه یه مقایسه است، واسه همین در مقام مقایسه با بقیه بازیکنها نمیتونم بالاتر بذارمش. نفر بعدی پائولو دیبالاه، پائولو دیبالای رومی که روم واقعا فصل مشکل و پیچیده ای رو داره، اما بازیکنایی هستن که واقعا نکات خیلی خیلی مثبتی محسوب میشن واسه این تیم. من واقعا شک داشتم توی انتخاب پائولو دیبالا، واسه همین به هوسکورت مراجعه کردم و پائولو دیبالا دقایق خوبی رو داره، بازیکنی نیست که بیشترین دقایق تیمو داشته باشه، بازیکنای دیگه ای هستن توی روم که دقایق بیشتری از دیبالا بازی کردن، اما فرم دیبالا تا اینجا فصل از همه بیشتر بوده. به 1000 دقیقه نمیرسه بازیاش، 11 تا بازی از 17 بازی ممکنه انجام داده که همش فیکس بوده، 4 تا گل زده و 6 تا پاس گل داده، 10 تا مشارکت گل توی 11 تا بازی و باعث میشه که من بذارمش جزء مثل همیشه، مثل همیشه، چون عملکردی که داره واقعا از یه بازیکن سطح بالا مثل پائولو دیبالا انتظار نمیره. پائولو دیبالا یه بازیکن بی‌نظیر از نظر من، یه بازیکن خارق العاده است، درخور تحسین، درخور اینکه ازش تعریف کنیم، تحسینش بکنیم و من واقعا تعجب میکنم که روم چقدر ساده تونست این بازیکن فصل پیش جذب بکنه. و نفر آخر میرسیم به ارلینگ براوت هالند، بازیکنی که 15 تا بازی از 18 تای منچستر سیتی رو انجام داده، نزدیک به 1300 دقیقه بازی جمع کرده واسه خودش، دقایق خیلی زیادی رو بازی کرده، 14 تا گل زده توی 15 تا بازی و از نظر پاس گل پیشرفت کرده، چون من یادمه نیم فصل اول فصل پیش ارلینگ هالند یه پاس گل هم نداده بود و این فصل 4 تا پاس گل داده، یعنی مشارکتش رو واقعا بهتر کرده توی بازی منچستر سیتی. درسته که از نظر گلزنی مثل فصل پیشش نیست، اما این به هیچ عنوان این قضیه رو رد نمی‌کنه که ارلینگ هالند این فصل نامزد توپ طلاست. پس رفقا تیر لیستمون شکل گرفت، خیلی باحال شد، خیلی باحال شد. نامزدهای توپ طلا کیلیان امباپه، هری کین، جود بلینگام و ارلینگ براوت هالند، کسایی که میرن احتمال زیاد جز ترکیب برتر سال، لاوتارو مارتینز، سون هیون مین، صلاح و آنتوان گریزمان و اونایی که مثل همیشه تونستن فرم خوب خودشون رو حفظ بکنن، فرم خوب خودشون رو حفظ بکنن، رافائل لیاو، جولیان برانت، ویرتز، ساکا و دیبالا و در نهایت اونایی که امسال سالشون نبود و احتمالاً پتانسیل اینو دارن که بهتر بازی بکنن، المیرون، میگل المیرون، لواندوفسکی، کیسا و
و برونو فرناندس. امیدوارم که لذت برده باشی، حال کرده باشی با این تیر لیست، و اگر اینطور بوده حمایت یادت نره. میدونم خیلی حوصله سربر اینقدر میگم، اما خیلی خیلی مهمه، واسه همین تکرار میکنم. و تا یه ویدیو دیگه، خداحافظت.